سلام برعکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز میخوام یه ویدیو درست کنیم براتون راجع به گیاهخواری یه دونه ویدیو خیلی طولانی هم درست میکنیم راجع به همین موضوع با رضا فرشته که تو اون یکی کانال میاد بیرون اگه خواستین اونم نگاه کنین جالب خواهد بود چون رضا قبول نداره گیاهخواری و اصلا میخوام با هم بحث کنیم ببینیم به فوش و فوش میرسیم یا چطور می؟ یکی که راجع حرف بزنم چرا فکر میکنی اگه همه گیاهخوار بشن برای دنیا خوب نیست چیه این یه چرخه که وجود داره گوسفند یه عمری داره مثل انسان تا یه جایی زنده است بعد میمیره چه ما قبلش بکشیم چه نکشیم این گوسفند میمیره <تصفيق> <تصفيق> فقط اگه نکشیم ما استفاده رو نکردیم همونطور که انسان اگه جای به بعد میمیره گاو اگه شیرش رو ندوشی بخوای ماست کنی که بخوری اتفاقی نمیفته شیر اونجا هست ما شیر گاو ازش میدوزیم گاو به زور حامله میکنیم روزی که بچهش بدون میاد بچهش ازش میکشیم گاو زجه میزنه گریه میکنه قشنگ میفهمه بچهش ازش میگیرن بعد میبینیم میبندیمش برای تا روزی که بتونیم از پستونش به زور شیر میکشیم بعد که شیرش تموم شد دوباره حاملش میکنیم دوباره چش ازش میگیریم میگیریم دوباره همین کار ادامه میدیم تا روزی که نتونه دیگه این کارو بکنه روزی که نتونه بکنه میذارنش تو صف گلنشو میبریم از من اگه بپرسی من سه تا دلیل دارم که میگم همه آدما باید ویگن باشن دلیل یکش اینه که برای سلامتی تو خوبه فقط خودت یعنی خودخواهانه به هیچ کسی هم دیگه رب نداره دلیل دو اینه که تو باعث میشه یه موجود دیگر رو زجر ندی تو همین که بچهش ازش میگی به زور میکشیش اینا و اینا حیوان هم میفهمن حتی ماهی میفهمه یعنی یک کسی دوست داره خیلی اصلا مثلا بچه هم ماهی درد رو نمیفهمه میخوام بفهمم که چقدر انسان احمقه چون فقط ماهی نمیتونه جیغ بزنه ما به این منطقه با که ماهی درد نمیفهمه ولی ماهی که از حساس ترین پوست رو داره تو انگشت میبری تو بهش نزدیک نشدی فرار میکنه یعنی اون حرکت آب رو میتونه توی زیر آب بفهمه این زجریه که تو داری تو یه دقیقه ببن فکر کن از ما زودتر باهوش شده بودن بعد اسبام با اینکه ما حتی میتونیم بفهمیم علف تصمیم گرفتن گوش بخورن چون گوش دوستان حال کردن با مزش از همه گوشتام بیشتر با انسان حال کردن بعد تو خودت رو جای این این شخصیت ببین چقدر از روزی که اینو میفهمی تا روزی که بکشتن تو زجر میکشی که آقا تو یه دیوسی که تو داری منو اذیت میکنی اصلا تو احتیاجی به من نداری تو احتیاجی به درخ بخوری اولا تو که درخ بخوری برای خود سالمتره منم نمیگایی منطقه چیه که داری خودتو میگایی منم میگایی این منطقه انسانه سوم این چیز ما داریم کل کره زمین از بین میبریم به خاطر اینکه گوش بخوریم خیلی از این مزخرفات زیاده ای که اگر گوشت ارگ... اگه میوه ارگانیک میخواین میوه ارگانیک نمیدونم چیزا رو میکشه خب به غذای حیونا هم اسپری میزنن یعنی اونو همش مزخرفه این چیزای لوس هست که به یه چیز نگاه میکنه یه طرفه نامردی بعد میان یه داستان درست میکنه ولی اگه بخوای واقعی بهش نگاه بکنی مقدار زمینی که ما باید از بین ببریم که این گاوا و علاقا توش به وجود بیان به علاوه مقداری از زمینی که ما از بین ببریم که محصولات بکاریم که بکنیم بدیم به این گاوا و لاغا بخورن و مقدار آبی که استفاده میکنیم که اون گلا رو درست بکنیم و این حیونا رو بهشون بدیم کاملا وحشیان است من عدد دقیقش رو نمیدونم دارم تو اون ویدیو کاملی که با رضا بیاد عدد دقیق میگم اون چیزهایی که ما میخوایم از گوش بگیریم توی گوشت وجود نداره توی کجا وجود داره توی باکتری که توی زمین و خاک هست و به خاطر کاری که داره میکنه این آمینو اسید رو درست میکنه گاف که میره علف میخوره خاکارم میخوره باهاش به خاطر همین آمینو اسیدی که تو زمینه وارد بدنش میشه بعد ما میریم گاوه رو میخوریم آمینو اسیدی میره طرف ما پس آمینو اسید تکنیکلی تو زمینه نه تو گاف حالا ببین اینجا چقدر دیگه غیرادیه الان چون ما خیلی تمیز شدیم و گاوه رو بریم تو زمینه که زمینش دیگه زیرش مثلا به کثیف نیست هیچی خاک آشغال کثیفی نداره دیگه گاوا آمینو اسید ندارن کاری که میکنن آمینو اسیدو با آمپول اد میکنن به گاو حالا یا میزنن بهش یا تو غذاش اضافه میکنن من دور پروسس دقیق نمیدونم برای من مهم نیست ولی آمینو اسیدو بهش اد میکنن الان بخوره پس تنها بزرگترین دلیلی که داشتن آمینو اسیدو دارم اشتباه میگم فکر کنم ویتامین B6 اگه اشتباه نگم میگم حالا من این ریسچش رو انجام دادم روی کاغذ میخوام دقیقاً مهم نیستش تمام سبزیجات دنیا تمام آمینو اسیدا رو دارن توش خب یعنی از گوش خیلی بهتر هم کار خواهد کرد بعد تمام ریسرچ ها و اینا نشون میده که تو اگر گوش نخوری بهتر میخوابی بهتر را میری بدنت قوی تر سالم بهتر ترتیب خانومتو میدی شنبول ناست میشه همه تحقیقات واقعی دندون هم نشون میده که ما علف خوریم. به خاطر همین دندون این ریختیه فقط دو تا اینجا داریم که اون دو تا تیزی هم که داریم واسه گوش نیست واسه ترسوندن نفر جلویی وقتی می‌خوایم دعوا کنیم تا اگه به گوریلا نگاه کنیم وقتی دعواش میشه دندونشون که خیلی بلندتر نشون میدن گوشتی که ما میخوردیم از حشرات بوده کرم و چیزای کوچولو میخوریم که میمونم الان میخوره ما به خاطر اتفاقاتی که تو دنیا افتاده با گوشت آشنا میشیم من نوعی نباید گوشت بخورم چرا میخورم چون بهش اعتیاد دارم چون هر روزی که به دنیا اومدم به هم دادن همونجور که نباید گل بزنم همونجوری که نباید مشروب بخورم همونجوری که نباید کافی بخورم چون به هم دادن خوردم بهش گیر افتادم گوشتم مثل یه موادی میمونه که بدترین مواده چرا چون اون تنها کسی که عاقل میشه به یه گروه و میگه آقا من دیگه نمیخوام سیگار بکشم من دیگه نمیخوام الکل بخورم من دیگه نمیخوام گوش بخورم آفرین سیگار نمیکشی باری کلا خیلی تو قوی آفرین مشروب کنار خیلی بدن خوشه پوستت تازه شده ها اسکل ناگون گوش نمیخوره داتی نه نه او بیا بیا برای تو تو برو تو حیات شام تو بخور تو ما شام خودم میخوریم یعنی بدترین اعتیاد دنیاست چرا چون گفتم انسان همه احمقیم و این حرفه خیلی حرفه که مثلا خیلی فیساغورسی نبود خیلی ساده بود گفتم آقا کلا سه تا دلیل داری که آقا چرا ویگن باشیم دلیلی هم که میگن چرا ویگن نباشیم همش مزخرفه یک درصد واقعی نیستش خب یعنی هر کی میخواد بیاد به استودیو میدم بهش توضیح میدم بهش ویدیو میگم نگاه بکنه هر که دوست داشته باشه اینی هم که میگن گوش بخورین انرژی کم میشه این همش تو مغزته آدمایی هستن که گوش میخورن المپیک مدال میبرن به طور غیر عادی یعنی مثلا هیچ انتظار نداشته این یعنی آدم ده سال اومده نتونسته رو ببره بعد تبدیل یه ها گوش رو میذاره کنار بعد المپیکو میبره تو سن 35 سالگی بعد جوان کسی که تو المپیک مدال طلا برده 27 یعنی همه چیش غیر عادیه مثلا مثلا یه نفر همه آدما سیگاری هن بعد زیرابی هم داریم شنا مسابقه میدیم بعد یا یکی دو سن 35 سالگی سیگار میذاره کنار بعد اول میشه چی میگن همه میگن به خاطر سیگار گوشی کنار شوشت باز شد دیگه چرا الان راجبه گوش اینو نمیگن راجبه خانومه که آقا خانم گوش میخورد 10 سال هم سعی کرد نتونست بشه دو سال گوش نمیخوره اومد المپیک شد نفر اول طلا گرفت خب این یه چیز خیلی خاصه بعد از اینا ده ها از این مثال ها هست دلیل دیگه ای که فکر میکردن گوشت خوبه آدمای پولدار به خاطر اینکه چوسی میام مثل خاویار مثل خاویار کنون که الان گرونش که احتیاج نداره بهش بخوره گوشت یه زمانی یه غذای خاص بوده خب به خاطر همین که غذای خاص بوده فقط پادشاه ها میتونستن بخورن عام آرزوش بوده که ما هم گوشت بخوریم بعد که زیاد میشه و زیاد تر و بیزنس میشه دیگه میفته تو همه گاو فروشه میخواد به تو گاو بفروشه مثلا میاد به تو دروغ میگه میاد الکی میذاره که باید گوش بخوری هر روز دولت رو میخره یا حداقل به دولت اطلاعات اطلاع اشتباه میده اینی که میگن باید گوش بخوری تا قوی بشی کاملا مزخرفه چون حیوانایی هستن که گوش نمیخورن و واقعا مثل مثل خود گوریل گوریل ها الان تو بذار با 20 تا مرد ظرف 10 دقیقه همشون رو تیکه پاره میکنه تیکه به اینجا پاهاشو میگیره جداشون میکنه فقط هم سبزیجات میخوره من نمیخوام برم تو یه مهمونی که 17 نفر ویگن باشه من فقط من استیک بخوام یه روم نمیشه بگم من استیک میخوام بعد بشینم لوبیا بخورم چون اون اتفاق نیفته از نفر اول میگم که به نفر 17 نرسه چون انسان گاویم سلوشن چیه؟ سلوشن این که ما با بچه هامون رو ویگن درست بکنیم من نوعی نتونستم برای همین فکر نمی کنم خیلی راحت باشه این آبشه فکر نمی کنم واقعا واقعی باشه و کی از بین میره من نمیدونم ولی من واقعا می بینم یه روزی ساختمونی باشه که ورود گوش توش ممنوع باشه یعنی تو اگه تو زندگی میکنی اجازه نداری گوش بخوری مثل همین یعنی که ساختمونی هست که توش سیگار اجازه نداری بکشی یا چل سال پیش حامله که میشدی دکتر بهت میگفت به نفت سیگار بکشی برای اینکه باعث میشه استرست بیاد پایین بچت بهتر دنیا بیاد چقدر احمقانه است اینا یه دکتر داره تعریف میکنه من شنیدم میگه ما راه میرفتیم سیگار میکشیدیم بعد همه ما میجنگیدیم با اینکه نه سیگار بد نیست فقط چرا خاطر اینکه تو راهروی بیمارستان بتونیم سیگار بکشیم اینو دکتر داره میگه من نمیگم همین دکتری داره میگه که احتمالا فکر میکنم این دکتر که دارم سوالش میکنم کسیه که باعث میشه سیگار غیر قانونی بشه تو کل آمریکا و این خودش میگه میگه در اینکه ما نمیدوسیم این کار رو بکنیم اینقدر طول کشید چون دکتر همه چرتفت میگفتن چون خودشون میخواستن سیگار بکشن با گوشت اون اتفاق داره میفته ما هیچ جیبش لازم نداریم برامون بده باعث میشه مریضی بگیریم میکشتمون دنیا رو به گوه میکشه. هم سرویس میکنیم هیچ نوع عقل و شرفی وجود نداره که ما داریم چرا داریم این گوه میخوریم فقط و فقط و فقط چون اعتیاد داریم از بچگی تقصیر خودمون نیست و اگه همینجور ادامه بدیم بقیه رو مسخره کنیم خرم از پل میگذره و میگیم آره ویگن بودن کار بدیه و ما باید گوش بخوریم این دو قانون بنده حالا نظر چی همین می‌شه اوکی باشه ولی من شخصا اومدم امتحان کنم و نتونستم چون ما اعتیاد داریم نیست سخته مثل اینکه مثلا تمام زندگی از روزی آره. به دنیا میاد هروئین بزنن بعد من تو سن 20م میگم آقا هروئین برات بده نزن نمی‌ذارم از اول داره می لازمی خب چه مرزی یا بزنیم نمی‌ذاریم میده جلو دیگه چه کاریه هیچ آدم عاقلی نمیتونه با بحث بگه که ویگ بودن بده و گوشخاری خوبه هیچ آدم عاقل نمیتونه بکنه فقط میتونی غلطه کنی و آخرش میتونی بگی که من میدم. بعد باشم ولی خوشحال باشم مثل من که میگم ترجمه میدم های باشم ولی خوشحال باشم این دو قرون بنده راجع به ویگن بودن و میگم یه ویدیوی دو ساعته با رضا قرار درست کنیم راجع به این که جالب خواهد بود چون میگم رضا رز رضا ماشاءالله ونگ زیاد میزنه اونوری هم هست 100 درصد میگه اصلا کسایی که میگم ویگان گاو یعنی منو میگه گاوم مثلا این خیلی میگم خیلی جالب میشه بحثش اوکی دعامتون گم امیدوارم شب و روز خوبی داشته باشین چاکس